سرخط خبرها و مهمترین ها. پاکستان از فهرست کشورهای حامی مالی تروریسم خارج شد. ادعای طالبان: حاملان حمله بر آموزشگاه کاج کشته شدند. نگرانی فائق در سازمان ملل از نسل کشی و کوچ اجباری در حاکمیت طالبان. متحدان امریکا در مورد جزئیات توافقنامه دوحه آگاهی کامل نداشتند. جنایت وحشتناک طالبان در حق اسیران جبهه مقاومت ملی افغانستان. فرمانده جدید طالبان در شمال به کارش آغاز کرد و گفتگوی تلفنی وزیران دفاع روسیه و امریکا. مشروعی خبرها. گروه ویژه اقدام مالی پاکستان را از فهرست کشورهای حامی مالی تروریسم حذف کرده است. این گروه روز جمعه 21 اکتبر در ارزیابی تازه خود گفته است که از پیشرفت‌های پاکستان در بهبود عملکرد در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال می‌کند. با این حال پاکستان دیگر مشمول روند افزایش نظارت گروه ویژه اقدام مالی FATF نیست. در ادامه ارزیابی این گروه آمده است پاکستان کارایی‌اش در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تقویت کرده و کمبودهای فنی را برطرف ساخته است. پیش از این در سال 2018 گروه ویژه اقدام مالی گفته بود که نواقص رابردی را در تعهدات پاکستان در قسمت مبارزه با تمویل مالی گروه‌های تروریستی شناسایی کرده بود. این اقدام می‌تواند به اعتبار پاکستان نزد جامعه بین‌المللی کمک کند. این در حالی است که پاکستان بارها به حمایت مالی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی متهم شده است. ادعای طالبان: عاملان حمله بر آموزشگاه کاج کشته شدند. طالبان اعلام کرده است که حاملان حملات انتحاری در مسجد وزیر اکبرخان و آموزشگاه کاج در کابل را کشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بامداد روز جمعه 3 میزان در رشد تویت‌های جزئیات درگیری جمعه شب جنگجویان این گروه با افراد داعش در کابل را همگانی کرده است. سخنگوی طالبان گفته که پس از بازداشت 2 از اعضای داعش، یک مخفیگاه این گروه را در مربوطات حوزه 8 شهر کابل تثبیت کردند. با گفته مجاهد، ناوقت روز گذشته بر این مخفیگاه عملیات را اندازی شد که در نتیجه آن 6 از افراد داعش و 1 طالب کشته شدند. نگرانی فائق در سازمان ملل از نسل کشی و کوچ اجباری در حاکمیت طالبان. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در نشست در سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشری در کشور را به نهایت نگران کننده توصیف کرده است. او در نشست کمیته 3 مجمع سازمان ملل متحد که تحت عنوان رشد و حفاظت حقوق بشر روز جمعه 3 میزان برگزار شد، درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان سخنرانی کرد. فائق در این نشست از آپارتاید جنسی، نسل کشی هزاره‌ها، شکنجه و 3 کشتار بدون محاکمه اسیران جنگی و کوچ اجباری در حاکمیت طالبان سخن گفته است. متحدان امریکا در مورد جزئیات توافقنامه دوحه آگاهی کامل نداشتند. نشنال نیوز گزارش داده است که متحدان ناتو در مورد جزئیات توافقنامه دوحه که منجر به خروج نیروهای ناتو از افغانستان شد آگاهی کامل نداشتند. نشنال نیوز، روزنامه اماراتی، روز جمعه 21 اکتبر در گزارش نوشته است که متحدان ناتو تا هنگام امضای توافقنامه دوحه در مورد جزئیات آن آگاهی کامل نداشتند. یک دیپلمات آلمانی به نشنال نیوز گفته است که توافقنامه دوحه فقط 1 روز پیش از این که اعلام شود با آنها نشان داده شده بود. طالبان پس از درگیری خودی در پنجشیر باشندگان محل را بازداشت و شکنجه کردند. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که طالبان پس از یک درگیری خودی که به زخمی شدن یک عضو این گروه انجامیده است، شمار از باشندگان محل را بازداشت کرده است. منابع در ولسوالی دره پنجشیر روز جمعه 29 میزان به روزنامه اطلاعات روز گفته است که این درگیری در یک قرارگاه طالبان بر سر رخصتی اعضای این گروه صورت گرفته است. با گفته منبع، پس از این درگیری هنگامی که نیروهای بیشتر طالبان به ساحه آمدند، حدود 50 باشنده دره کرامان ولسوالی دره را بازداشت و به قرارگاه مرکزیشان منتقل کردند. منابع افزودند که طالبان این افراد را پس از لاتکوب شکنجه دوباره رها کردند. بر روایت منابع، شماری از افراد بازداشت شده به حد شکنجه شدند که هنوز هم در شبخانه ها تحت درمان قرار دارند.
یک منبع همچنین گفت که یک آموزگار مکتب به نام استاد خبیر نیست در میان بازداشت شدگان بوده و در حال حاضر با شمار دیگر در یک شبخانه بستری هستند. این در حالی است که طالبان حدود یک هفته پیش نیز حدود 200 نفر را در ولسوالی های آبشار و رخه ولایت پنجشیر به بهانه این که در مسیر جاده درخیل و قصد حمله چریکی علیه طالبان بازداشت شده بود. جنایت فسیح‌الدین و امان‌الدین علیه اسیران بدخشان نابخشودنی است. عمر ظالم زیاد طولانی نیست و چراغ این ظالم به زودی خاموش خواهد شد. ترورستان طالب در ادامه جنایت جنگیشان شماری از نیروهای مقاومت را در بدخشان اسیر و بعداً تیرباران کردند. همچنان گفته می شود که آنان یک پدر و یک پسر را نیز در این ولایت سر بریدند. گزارش های از مقاومتگران. همچنان مولوی حافظ بعد از کشته شدن ملا قیوم ذاکر به حیث قماندان جنگ پنجشیر و اندراب تعیین شده است. مولوی حافظ از المن و از نزدیکان قیوم ذاکر است. طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. گفتگوی تلفنی وزیران دفاع روسیه و امریکا. وزیران دفاع فدراسیون روسیه و ایالات متحده امریکا با هم درباره مسائل مهم امنیت بین المللی گفتگو کردند. با گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه نوشت سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و لوید آستین رئیس پنتاگون گفتگوی تلفنی انجام دادند. با گفته وزارت دفاع روسیه آنها درباره مسائل مهم امنیت بین المللی از آن میان وضعیت اوکراین گفتگو کردند. جزئیات دیگری از طرف وزارت دفاع روسیه ارائه نشده است. همچنان پنتاگون گزارش داده است که آستین در گفتگو با شایگو اهمیت نگه داشتن کانال‌های ارتباطی باز در چارچوب عملیات ویژه روسیه در اوکراین را بیان کرده است. آخرین باری که وزارت دفاع روسیه از تماس‌های شایگو با آستین گزارش داد در ماه می سال روان بود. یادآوری میکنیم که روسیه از 24 فوریه عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین هدف آن را حمایت از افرادی که به مدت 8 سال مورد قلدری و نسل‌کشی رژیم کیف قرار گرفتند خواند. نیروهای مسلح با وظیفه آزادسازی دونباس و تضمین امنیت روسیه روبرو هستند. مخالفت با استقلال تایوان درج قانون اساسی چین شد. حزب حاکم کمونیست چین مخالفت خود با استقلال تایوان را در قانون اساسی این کشور درج کرد. بر اساس قطعنامه‌ای که در پایان کنگره حزب کمونیست چین که دو بار در هر دهه برگزار می شود منتشر شد، حزب حاکم چین مخالفت خود را از استقلال تایوان در قانون اساسی می گنجاند. در این قطعنامه آمده است کنگره موافقت میکند بیانه هایی را درباره و غیره و مخالفات قاطعانه و بازداشتان جدایی طلبان که به دنبال استقلال تایوان هستند را در قانون اساسی حزب درج کند.